کشتزار شما صحبت میکنیم. آقای روزبه چشمی پول میخواست، میگفت ندید من بازیم، حقشو میخواست، ما پول نداشتیم. باشگاه بهش دو میلیارد و نیم چک داد، با پولش میخواد ندی نمیره بازی بکنه. اینا رو میفهمی؟ اینا یه کارشناس ورزشی بیاد صحبت کنه، نه ایشون که اصلا از ورزش اطلاعاتی نداره، نمیفهمه که اصلا ورزش یعنی چی، تحلیلی از ورزش نداره، فقط برای داد بزنه فلان بکنه همه رو محکوم کنه. شما در جایگاه نیستین که کسی رو بدون اینکه بره دادگاه رأی بگیره محکومش کنه تو تلویزیون 20 میلیون 30 میلیونی. آقای روزبه چشمی رو گفتیم آقا نیست، اینا هم گفتن بدیم باید بدیم، من چه کار باید بکنم؟ زنگ زدم به آقای الان زنگ میزنم آقای روزبه، گفتم روزبه جون برو ما نداریم این چکه، ببر بده آقای کعبی، پول تو بگیر از اون چکو امضا کن بده به اون. خیلی خوب، شما فردا از آقای روزبه چشمی پرسی که آقا شما پول دادی یا ندادی چی میگه؟ میگه گرفتم دیگه، باشگاه گرفتم دیگه. از باشگاه نگرفته، از آقای کعبی گرفته. خب ندم نمیتونه بازی کنه، 10 سال بدبخت پولش میمونه. به جای اینکه ازش تشکر کنیم میام اینجا میگیم ما دزدیه این فرهنگ شما. آقا میگن سیستم مالیه باید یه جوری باشه که شما من نذاشتم آقا من ببین من شعار ندیم آقا جون، ببین شعار ندیم خاخ تهش میشه اینو تهش. خب چیکار کنیم؟ ندم به روز به بازی الان همین که بشه اینجا مال موسوی ندم، چه جوری بدم؟ از کجا بدم؟ آقای فتح‌الله‌زاده بدید ولی دوبار پول نگیرید. از کجا؟ خب شما ثابت کن. ثابت کن. اگر ما دو بار یه پول گرفتیم اینجا ما آبرون بریم. ولی اول ثابت کن بعد بیا بگو. سندشون نشون داد. میگم اون مال چیز دیگه است، مال حسابی، اون مال چک نیست. تو شما چی